گروهی به آن میگویند تئوری انتظار. میگویند مبارزات مدنی و پیش گرفتن روش اصلاحات گام به گام در مواجهه با حکومت ایران نمیتواند پاسخگوی مطالبات مردمی باشد. آنها از مبارزه مسلحانه دفاع میکنند. مخالفان این گروه اما مبارزه مسلحانه را توسل به همان ابزار سرکوبی میدانند که قدرت مسلط از آن بهره میگیرد. آنها میگویند خشونت خشونت را از بین نمیبرد. این هفته در تابو با فروخ نگهدار از اعضای پیشین سازمان شرکای فدایی خلق ایران و آسو حسنزاده سخنگوی دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان درباره مبارزه مسلحانه گفتگو میکنیم. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. سلام میکنم به شما. به تابو خوش آمدید. اگر روزی بفرمایید من این بحث رو با آقای نگهدار آغاز میکنم. آقای نگهدار به عنوان فعال سیاسی که پیش از انقلاب خودتون به حال عضو رده بالای سازمان شرکای فدایی بودین، در اون زمان مبارزه مسلحانه رو بهش اعتقاد داشتین و به نظرتون کار کرد داشت. چرا در اون زمان کار کرد داشت و شما چرا در اون زمان درگیر این نوع مبارزه بودید؟ دلایل اصلی که در اون زمان مطرح میشد که مبارزه مسلحانه میتونه تغییری در شرایط وجود بیاره، مبتنی بر این اصل بود که تمام نیروهای سیاسی عملا موجود در صحنه از دور خارج شدند، سرکوب شدند و بعد از کودتای 28 مرداد و بعد از وقایع 15 خرداد 42. برای اینکه ما یه شروع تازه داشته باشیم باید تبلیغ مسلحانه بپردازیم. اگر ما دست به عملیات مسلحانه بزنیم این یک شور و شوقی در کشور درست میکنه. این بود که تئوری ها بر این اساس تنظیم شد و وقتی که اتفاق سیاه‌کل افتاد تمام روشنفکران جامعه ما، تمام متفکرین سیاسی جامعه ما درشون یک شروع شوقی درست شد. اونها تشویق کردند، اون کسانی که دست به اون اقدام زدند، فیلم ها ساخته شد، موسیقی ها ساخته شد، شعر ها گفته شد و در دانشگاه ها یک موج گسترده‌ای به وجود آمد در حمایت از شرکای فدایی که به تأسیس یک سازمان بزرگ انجام می‌دهد. تأکید میکنم که هر چیزی که در اون زمان شرکای فدایی خلق در مقابلشون قرار دادند و اون بسیج یا به شور و شوق آوردن فعالین سیاسی بود، اون با عمل سیاه‌کل متعقب شد اون هدف. آقای نگهدار، دلایلی که آوردین برای اینکه در اون زمان به مبارزه مسلحانه اقدام کردین یا اعتقاد داشتین، خب دلایلی است که میشه در مورد الان هم پرسید. چطور شد که در شرایط بعدی و در طول زمان شما نظرتون رو عوض کردین و به نتیجه رسیدین که الان مبارزه مسلحانه دیگه نتیجه نداره؟ دلیل اول که دلیل منطقی و عقلانی است این که در دراز مدت وقتی شما به مبارزه مسلحانه ادامه میدید، عملا از اون اهدافی که فرار روی خود قرار میدید، مثلا گسترش حقوق بشر، دموکراسی، بهبود وضعیت بین دولت و مردم، از اینها به تدریج فاصله میگیرید و حتی در درون خود سازمان‌های مسلح هم نوعی فضای خشونتبار حاکم میشه. دومین دلیل برمی‌گرده به وضعیت سیاسی. در اون زمان تئوریسین‌های جنبش چریکی میگفتند که شاه همه راه‌ها را به روی مردم بسته و فعالیت مدنی غیر ممکن. ولی بعد از انقلاب، به خصوص بعد از دهه سیاه 60، فضای سیاسی شکسته شده. بعد از دو خرداد 76 و فعالیت مدنی به طور گسترده در جامعه جریان داره و این ادعا که هیچ نوع شکل مبارزه دیگری عملی نیست به جز مبارزه مسلحانه دیگه خریداری نداره. یعنی وقتی شما عمل مسلحانه مرتکب میشید، میبینید که در جامعه به جای تاثیر مثبت گذاشتن تاثیر منفی داره. اجازه بدیم ببینیم آقای حسنزاده که صحبت‌های شما رو شنیدن، مهمان دیگر برنامه ما، نظرشون چیست. آقای حسنزاده، خب آقای نگهدار معتقد هستن که بعد از انقلاب به حال فعالیت‌های مدنی الان جریان داره از دهه 70 شاید به بعد و میتونه حتی اثر منفی داشته باشه مبارزه مسلحانه. شما در این مورد چه نظری دارید؟ این مسئله که موافق یا مخالف مبارزه مسلحانه هستیم یعنی نه، من مشکل دارم. هیچ انسانی که عقل سلیم داشته باشه و هیچ جریان سیاسی که مسئول باشه علاقه من به جنگ و خونریزی و کشتار و اینا نیست. فارغ از این که ملتهایی که از حق تعیین سرنوشت برخوردارن در مقابل زور و ستم میخوان از خودشون دفاع بکنن، بنابر مساوات بین‌المللی هم این حق را دارن که متواصل به شیوه های قهرآمیز مبارزه هم بشن. ولی در واقع به جای این که ما بگیم این شیوه از
مبارزه رو بر این شیوه ترجیح میدیم یا مخالف یا موافق مبارزه مسلحانه هستیم یا نه، باید از خودمون بپرسیم که چه کار باید کرد. ما به عنوان حزب دموکرات این پرسش دیگری است آقای حسن زاده، این پرسش دیگری است. به حال به عنوان حزب دموکرات کردستان شما اقدام به عملیات مسلحانه رو از دستور کارتون به طور رسمی که خارج نکردیم، بنابراین این یک پرسش دیگری است که باید شرایط چگونه باشه که حالا مبارزه مسلحانه بشود یا نشود. بله، این صحبت ها رو من که عرض کردم به خاطر این بود که شرایطی که آقای نگهدار تعریف کردن دقیقاً کاملا مشابه با شرایطی که الان هستش. بر همه آشکاری که مثلا در چارچوب جمهوری اسلامی مبارزه مدنی واقعاً با محدودیت ها و ظرفیت های بسیار محدودی که هست، کسایی که میخوان از طریق مدنی هم و از طرق مسالمت آمیز خواستای خودشون رو به نمایش بگذارن مورد تعقیب قرار میگیرن. اصولا مبارزه مدنی در مقابل حکومتی میتونه معنی داشته باشه که این خود این حکومت مدنی باشه و در مقابل حکومت های میلیتاریستی و سرکوبگر واقعا صحبت از مبارزه مدنی بسیار مشکله. با این حالم به دلیل اینکه مسئله کردستان راه حل نظامی نداره، ما بر این باور بوده ایم و به هنوزم هستیم که مبارزه ما امروز باید یک مبارزه متعدد الابعاد باشه، یعنی همه بسترها و همه متدهای مشروع مبارزه هم از مبارزه مدنی و انقلابی و یا سیاسی و مسلحانه رو با هم به صورت متناوب به کار بگیره و یکی از روش های مبارزه رو نباید مزاحم و یا تهدید بر روش دیگر مبارزه تلقی کرد. اجازه بدید که من از آقای نگهدار بپرسم که آقای نگهدار به نکته اشاره کردن آقای حسنزاده و اون این که به هر حال حکومت در ایران قدرت مطلق رو در اختیار داره. ایشون گفتن که حالا حکومت با عنوان دیکتاتوری، بله، یاد کردن از حکومت ایران. میخوام بدونم شما در مورد این موضوع چه پاسخی دارید؟ مثلا اگه برگردیم به همون زمانی که شما از تئوری صحبت کردین، آقای پویان در کتاب ضرورت مبارزه مسلحانه اون تئوری بقا صحبتش بر سر این هست که قدرت مطلق حکومت و ضعف مطلق مردم یا طبقه کارگر باعث میشه که ما به مبارزه مسلحانه رو بیاریم. تقریبا چیزی است که آقای حسنزاده میگن. بعد از کشاکش هایی که ما در دهه 60 داشتیم با حکومت، در دهه 70 و 80 و الان در دهه 90 به تدریج ما رفتیم به حکومتی نزدیک میشیم که رأی مردم تا حدی در عرصه هایی تأثیر داره، در ساختار سیاست و در رویکردهایی که حکومت در پیش میگیره. ما در دوران قبل از انقلاب با رأی مردم اصلا مواجه نبودیم و اینها محصول یک دوران مبارزه طولانی مدنی با اقتدارگرایی و با دیکتاتوری هست. یکی از نتایجی که از مبارزه مسلحانه ما میخوایم بگیریم این هست که تأثیر بذاریم روی اقشار اجتماعی و مردم و اونها رو به طرف اهداف خودمون نزدیک بکنیم، یا نیروهای سیاسی کشور رو، یا نیروهای بین‌المللی و جهانی رو. اگر مبارزه مسلحانه ما اینجور بشه که خب فقط قدرت‌های خارجی مثلا بیان از ما حمایت بکنن، قدرت‌های منطقه‌ای که منافع مثلا منطقه‌ای دارن، ولی روی مردم خود کشور خودمون یا جامعه یا اون ملتی که یا قومی که داریم براش مبارزه میکنیم تأثیر منفی بگذاره و اونا رو از ما دور بکنه و ما رو منزوی بکنه، خب یه کار اشتباهیه. آقای حسنزاده به این نکته لطفاً پاسخ بدین. پرسش من هم از شما این خواهد بود که به هر حال ما میبینیم که از درگیری آغاز انقلاب احزاب کرد قدرت نظامی بیشتری داشتن. در طول 4 دهه که از انقلاب گذشته این احزاب نه تنها به خواسته‌هاشون نرسیدن، بلکه حالا به لحاظ نظامی هم به مراتب ضعیف‌تر شدن و حالا حکومتی هم که بهش منتقد هستن قوی‌تر شده. بنابراین چه منطقی وجود داره که مبارزه مسلحانه همچنان یکی از گزینه‌ها باشه؟ بله، من عرض کنم توی تا جایی که قانون بشردوستی و قوانین متدهای مشروع جنگ رعایت بشه و رو به تروریست متوسل نشیم، روش‌های قهرآمیز هم در مقابل ستمگر کاملا مشروع هست و ما درسته که در 2 دهه گذشته مقاومت مسلحانه خودمون رو تا حد قابل ملاحظه‌ای کمرنگ کرده ایم، ولی این نه به خاطر نفی این متد از مبارزه، بلکه به دلیل در نظر گرفتن شرایطی خاصی هست، مخصوصا وضعیتی که در کردستان عراق پیش اومده. چگوارا هم میگفت که این ذهنی که میتونه این اراده رو درست بکنه که شرایط عینی رو به کار بگیره. تا وقتی که ما این اراده رو نداشته باشیم طبیعتا توازن قوا هم
از اینکه از چیزی که هست بدتر میشه. آقای حسن زاده، این روش قهرآمیز که معتقد هستید همچنان میتونه که اثر داشته باشه در مبارزه‌ای که به اون پایبند هستید، اگر پایگاه مردمی نداشته باشه و اگر که با نیروهای سیاسی فعال در داخل ایران در ارتباط نباشه، تا چه حد میتونه مؤثر باشه؟ این پرسشی بود که آقای نگهدار هم مطرح کردن. بلعکس احزاب کرد ایران در میان تمامی جریانات اپوزیسیون ایرانی اونایی هستند که بیشترین نزدیکی رو به مردم خودشون دارن، به دلیل جغرافیایی و پایگاه مردمی هم داریم. ما حضور پیشمرگانمون در داخل کردستان ایران همیشه بوده و این باعث شده پایگاه مردمی احزاب کردستان و حزب دموکرات از گذشته ضعیف‌تر نشه. پس این حقیقت نداره. ما هدفمون بیشتر اینه که یک بعد عملی و میدانی به مبارزه خودمون ببخشیم. کلیه مواردی هم که از درگیری هایی که در سالهای گذشته صورت گرفته، در واقع پیشمرگان کرد ایرانی، پیشمرگان حزب دموکرات یا به کمین افتادن یا مورد حمله نظامیون جمهوری اسلامی قرار گرفتن. به علاوه این که صرف نظر از این که همانطور که عرض کردم این حق مشروع ملت ما هستش که به صورت مسلحانه و قهرآمیز هم از خودش دفاع بکنه، هدف اصلی در سالهای اخیر و در شرایط کنونی اینه که دقیقاً برای تقویت حضور میدانی و پایگاه مردمی احزاب و تأثیر گذاشتن بر صفوف مبارزاتی مردم در داخل کشور، باید فقط به روش‌های مجازی در داخل کشور خودمون و مردم خودمون باشیم. آقای نگهدار، صحبت آقای حسن‌زاده رو شنیدید. به نظر شما این حق مشروع مردم که آقای حسن‌زاده ازش صحبت میکنن یا از چگوارا نقل قول میارن و از روش های قهرامی صحبت میکنن، فکر میکنید که با این روش ها و با نکته که مطرح میشه در مورد مبارزه مسلحانه که از همون ابزار سرکوبی استفاده میکنه که امر مسلط استفاده میکنه، آیا با این روش ها فکر میکنید در جهان امروز میشه که اثرگذاری روی گروه های مختلف اجتماعی داشت؟ در ایران امروز از جنبه نظری ما خودمون توی مبارزه بودیم و دیدیم چه بومرنگ میمونه. شما نمیتونید با دیگری خشونت بکنید و در درون سازمان خودتون از خشونت جلوگیری بکنید. روابط توطئه‌آمیز خواهد شد، در طول زمان چجوری خواهد شد. من به دو نکته اشاره میکنم بر اساس ارزیابی عینی و واقعی از نتایج عمل مسلحانه. یکی این که ما همیشه معتقد بودیم در دورانهای قبل از انقلاب که اگر رفتار حکومت ها خشونت‌آمیز شد، ما میتونیم، حق داریم، مشروعیت داریم که دست به خشونت بزنیم. آقای حسن زاده در این مورد اشاره میکنم. من در پاسخ به این استراتژی تاکید میکنم که اگر شما روش خودتون رو تابع روش حکومت بکنید، اون وقت حکومت این اختیار رو دادید که ببره شما رو به اونجایی که اونقدر به خشونت متوسل بشید که تمام دنیا و تمام مردم از شما متنفر بشن. من اسم این دارم ولی سازمان هایی الان داریم که وقتی گفتن ما روش خودمون رو تابع روش حکومت میکنیم، اونقدر افراط کردن در این نوع خشونت گرایی و در ترور و دیگران که الان منفور اکثریت بزرگ جامعه ما هست. پس بنابراین ما نباید روش خودمون رو تابع روش حکومت بکنیم، برعکس باید تلاش بکنیم حکومت رو، روش هاش رو تحت تاثیر اخلاق، ایدئال ها و نظریات خودمون در بیاریم. دومی مسئله تاثیر عینی و عملی دست بردن به اصطلاح آقای حسن‌زاده میفرمایند که ما گسترش دادیم پایه اجتماعی خودمون رو. برای اینکه ما بفهمیم آیا پایه اجتماعی گسترش پیدا کرده یا نه، باید نشانه هایی در بطن جامعه ببینیم. ما وقتی در سال 49 مبارزه مسلحانه رو شروع کردیم، واکنش وسیعی در شعرهایی که در اون زمان گفته شد، در داستانها و حماسه‌هایی که سروده شد، در محافلی که می‌نشستن و به یاد اون شهید با همدیگه عهد می‌بستن که تا پای جان بیستن، اینا رو دیدیم. امروز ما یک بیت چیز، دریغ از یک داستان، دریغ از یک واکنش اجتماعی احساسی و عاطفی در جامعه کردستان از مبارزه مسلحانه. ما نیست، سکوت فیلمی ساخته نمیشه در مورد مبارزه مسلحانه. علائم باید ببینیم. اجازه بدین نداره. پاسخ آقای حسن‌زاده رو بشنویم. آقای حسن‌زاده، شما نمیتونید خشونت کنید و در درون سازمان خودتون اون وقت خشونت نباشه. صحبتی است که آقای نگهدار میکنن و بعد در مورد اینکه شما به حال با اعتقاد به اینکه مبارزه مسلحانه هم یکی از گزینه ها باشه، خودتون رو تابع روش های حکومت میکنید. چه پاسخی برای این صحبت ها دارید؟ نه، به هیچ وجه این گونه نیست. قبل از فصل عرض کنم
در حکومتی در کشوری که دموکراسی نباشه و هیچ وسیله دموکراتیکی برای اندازه‌گیری پایگاه مردمی جریانات اپوزیسیون وجود نداشته باشه که شفافیت وجود نداشته باشه، خیلی مشکله که ما بگیم پایگاه مردمی مثلا احزاب کردی ضعیف شده. ما تنها روشی که من الان به ذهنم میاد اینه که پس از نزدیک به 40 سال حضور در خارج کشور، جناب آقای نگهدار عزیز تشریف بیارن با پیشمردان ما یه سری به کردستان ایران بزنن و اون زمان شاید بهتر بتونن اندازه بگیرن که پایگاه مردمی ما گسترش یافته یا تضعیف شده. ببین آقای نگهدار، من نگفتم که ما میخوایم خشونت رو با خشونت جواب بدیم، با اینکه همیشه مسئولیت دولت در تعیین روش‌های مبارزاتی و امر سیاسی مخالفان سنگین‌تره و این معمولا حکومت‌های مرکزی هستن که روش‌های مبارزاتی رو تعیین می‌کنن، ولی با این حال ما همیشه گفتیم که این جمهوری اسلامی نیست که میدان مبارزه رو باید روش‌های مبارزه رو برای ما تعیین بکنه و اگر در این جریان به پیشمردان ما حمله بشه طبیعتاً از خودشون دفاع خواهند کرد. من خیلی تعجب می‌کنم که آقای نگهدار عزیز می‌گویند که شرایط اون زمان یعنی قبل از انقلاب 57 برای مبارزه مسلحانه مساعد بود، الان نیست. ایشون گفتن که الان انتخابات هست. به نظر من این هم واقعیت نداره. شاید رقابت‌های یا ظرفیت‌های هستش، سناریوهایی هستش در چارچوب پروسه‌های سیاسی داخل کشور، داخل ایران، ولی در واقع استبدادی که الان در سایه جمهوری اسلامی و سرکوبی که در سایه جمهوری اسلامی دیده میشه به مراتب بیشتر از چیزی که اون زمان دیده میشد، با اینکه در تحت لفاف انتخابات و روش‌های اینگونه هم یعنی یک مقبولیتی براش بهش داده بشه. متاسفانه به بهانه مخالفت با مبارزه مسلحانه هم در واقع شده فرصتی برای ابراز مخالفت با خواستها. من نمیفهمم چرا به جای سرزنش کردها رژیم رو خطاب قرار نمیدیم و متوجه مسئولیت خودش نمیکنیم. خانم هنگری، من خیلی متاسفم فقط وقتی فضای سیاسی اپوزیسیون و یا فضای سیاسی رسانه‌ای ایرانی در خارج کشور واقعا به خواستها و مسائل مربوط به مردم کردستان توجه میکنه که درگیری صورت میگیره. این خیلی گویا هستش. از همون اوایل انقلاب شاهد بودید که چگونه به مردم کردستان به فجیعانه‌ترین شیوه حمله شد، جنایت جنگی در حقشون صورت گرفت، سیاست سرزمین سوخته رو در حقشون اعمال کردن. در مقابل هم احزاب کردی همه تلاششون برای حل مسالمت آمیز مسئله کردستان بود و حتی بعدن هم که مقاومت مسلحانه رو در پیش گرفتن، در معارض که ممکن بود حتی این اشاره ها رو هم به مردم خودشون در داخل کردستان دادن، مثلا در معارض از انتخابات که دنبال مشارکت سیاسی هم هستن. اجازه بدید من برگردم با آقای نگهدار. رژیم جمهوری اسلامی به جای استقبال از این معارضه ما، هیچگاه رژیم دست از امنیتی کردن فضای کردستان بر نداشت. بله، در زمان کوتاه باقی مونده آقای حسن زاده، اجازه بدید نکته شما رو من با آقای نگهدار مطرح کنم. کولبران رو برشون شلیک میکنن، اینا بله. که مبارزه مسلحانه نمیکنن. اجازه بدین که ما این نکته رو مطرح بکنیم در زمان کوتاهی که باقی مونده. آقای نگهدار به نکته مهمی اشاره میکنن، آقای حسن زاده، و اون رفتار حکومت هست در قبال مناطقی مثلا مثل کردستان که حالا وقتی صحبت از مبارزه مسلحانه میشه در این مناطق فعالانی هستند که همچنان به این مبارزه اعتقاد دارن، ولی خب این مناطق هم مناطقی هستند که در حاشیه گذاشته شدن، دچار محرومیت هستن، نادیده گرفته میشن، امکانات بسیار اندکی بهشون داده میشه و مسائلی از این دست رو باهاش روبرو هستند که شاید مثلا فعالیت مدنی به اون شکلی که در تهران میتونه به تدریج نتیجه بگیره، کسانی از شما بپرسند که آیا در این مناطق هم میتونه با شرایطی که دارند نتیجه بگیره؟ خب البته که فاکس ها و شواهد بسیاره که تلاش های مردم کردستان برای اینکه اون هویت خودشون رو، اون هستی خودشون رو به مناطق ظهور برسونند و فرهنگ خودشون رو پیگیری بکنند و تکامل بدن، گسترش بدن، اینها اتفاق افتاده. ما الان موسیقی کردی یکی از ارکان موسیقی ملی ما شده و هر زمان هم بیشتر تمایل عمومی در سراسر ایران و به خصوص در منطقه کردستان و نه فقط کردستان ایران، بلکه به همت هنرمندان ایران در سراسر مناطق کردی این موسیقی شنیده میشه. زبان کردی همین امروز بر اساس تلاشی که مستمرن فعالین کرد پیشه گرفتن، امروز در
برخی از مدارس اگر بگیم تمام اونها تدریس میشه. اصل 15 قانون اساسی است که به زیادی از فعالین دنبالش هستند که اون رو بالاخره به اجرا در بیارن. شوراهای محلی رو عموماً این حق رو به دست آوردن بعد از 100 سال بعد از انقلاب مشروطه و 50 سال بعد از انقلاب ایران، بالاخره در همین اواخر که شوراها رو تشکیل دادیم. این که فعالیت مدنی ثمر نداره یا نومید کردن مردم از این که خودشون برخیزن و سرزمین خودشون از هستی خودشون از فرهنگ خودشون دفاع بکنن، این حرف به نظر من نومید کننده است. نباید یه همچین حرفی ببینید. در بحث آقای حسنزاده مطرح شد که به جای سرزنش کردن کردها حکومت رو مورد نقد قرار بده، شاید هم خطاب به ما. این بحث به هیچ وجه، این رو خواستم تصریح بکنم، به هیچ وجه یک حالت نقد کردها، بله بحث ما اساسا این نبوده، مثلا نقد از این طرف داره میشه. روشن بگم این نقد راجبی یک روش مبارزه برای رسیدن به اهداف. جنبندی من این هست که امروز هر یک از نیروهای سیاسی در منطقه به اسم ایران اگر دست به مبارزه مسلحانه بزنه، به علت شرایط مشخصی که ما درش به سر میبریم، این امر موجب تشدید خشونت و رویگردانی همون جریان از ایدئال‌های ضد خشونتی که در درون خودش میپرورده منجر خواهد شد و رابطه او را با مردم دورتر میکنه و نتایجی رو که میخواد برای پیشگیری این مبارزه مسلحانه در مقابل خودش قرار بده، به اون نتایج دست پیدا نمیکنه. به این علت من باش مخالفم. آقای حسنزاده اگه پاسخی به آقای نگهدار دارید و اینکه جنبندی صحبتاتون رو بشنویم. بله عرض کنم من به هیچ وجه نمیخوام از اهمیت مسائل فرهنگی، زبان، موسیقی اینا بکاهم، یا اینکه شما خانم حیدری که گفتیم که مسئله محرومیت مناطق کردستان این هم خیلی اهمیت داره، ولی مسئله کردستان یک مسئله سیاسی هستش قبل از تحصیل. یعنی به دلیل سیاسی بودن مسئله، به دلیل اینکه صحبت از حق تعیین سرنوشت یک بخش از یک ملته، حالا در چارچوب ایران هم که باشه، همه اینا باعث شده که یک نگاه امنیتی وجود داشته باشه و اعمال تبعیض بشه در زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی و اینا هم. در دوران آقای خاتمی هم و در دوران آقای روحانی هم با اینکه با دوره‌های دیگه طبیعتاً تفاوت‌هایی بوده، ولی در کردستان اعدام‌های سیاسی ادامه داشته و شلیک بر نیروهای انتظامی بر کردها، مخصوصاً حتی کسایی که کاملاً غیر سیاسی و غیر نظامی بودن ادامه داشته. پس موضوع یک موضوع سیاسی هستش. جمهوری اسلامی از اوایل انقلاب سعی کرده که یک چهره خشونت آمیز از کردها رو نشون بده، در حالی که مبارزه و حتی مقاومت مسلحانه ما یک خصلت انسانی کامل داشت. هیچگاه ما بمبگذاری نکردیم، مرتب اسیران جنگی رو آزاد میکردیم، مرتب طرفدار مذاکره و حل مسالمت آمیز و حتی مشارکت سیاسی هم بودیم، همانطور که گفتم. پس نمیشه از یک طرف جمهوری اسلامی بر سیاست تبعیض و سرکوب و انکار خودش ادامه بده، از طرف دیگه در طیف‌های دیگه جامعه هم درکی وجود نداشته باشه از خواسته و مطالبات و وضعیت کردستان، مثلا منظورم در داخل اپوزیسیون ایرانی هست، و ما رو سرزنش بکنن. دوباره میگم ما رو سرزنش بکنن که چرا نمیخوایم در به جامعه خودمون و به مردم خودمون نزدیک بشیم و به ادامه داشتن دادن وضعیت موجود و استاتوکو اینا قناعت کنیم. هدف بر اینه که ما چگونه میتونیم مبارزه رو میدانی تر بکنیم که جمهوری اسلامی عقب نشینی هایی بکنه در این سیاست هایی که در ظرف این 40 سال در پیش گرفته. هرگاه که جمهوری اسلامی شرایطی رو که مثلا قبل از جنگ اخیر پیکاکا با حکومت ترکیه در گرفت ایجاد کرد در کردستان ایران و یا در سراسر ایران، چون مسائل کردستان خیلی مربوط به فضای سیاسی کل کشور هم، اون زمان اگه ما ازش استفاده نکردیم، اگه از ظرفیت‌های واقعی حل پیشبرد مسائل خودمون استفاده نکردیم و دوباره متوسل به زور و به زور شدیم که هنوزم نشدیم، دوباره میگم مقاومت مسلحانه بوده، هدف حضور میدانی بوده، ولی اگه این کار رو نکردیم اون زمان ما میشه مورد سرزنش قرار بگیریم. خیلی سپاسگزارم از شما آسو حسنزاده و فرخ نگهدار. در تابوی این هفته با من همراه بودید.